کنفرانسی برای پشتیبانی از تعلیم و تربیت در ولایت هرات برگزار شده است. مسئولان برگزاری این کنفرانس میگویند هدف آنان بررسی چالش‌های فراراه معارف این ولایت است. بنابراین تلاش میکنند تا در این نشست رایل‌هایی را به منظور بلند بردن کیفیت سیستم آموزشی و معارف هرات پیشنهاد نمایند. برای حمایت از تعلیم و تربیت برخیزید. حال وقت عمل است. بدین منظور کمپاین جهانی برای تعلیم و تربیت متشکل از گروه متنوع و گسترده در سطح جهان صدا بلند کرده است. اعضای این تشکل بیش از 112 کشور هستند. حالا در هرات هم این افراد دور هم جمع شدند تا چالش ها را بررسی کرده و راه حل هایی را برای بلند بردن کیفیت سیستم آموزشی و معارف هرات پیشنهاد نمایند. آگاهی بدیم مردمه که اونا هم خبردار بشن که همچو کمیته یا نهادهای وجود داره و افغانستان عضویت انمی کمپاین حمایت از معارف تعداد از نهادهای در افغانستان اینا هم عضویت گرفتن و همه سال صدای مردم میشن برای معارف با کیفیت. از سوی هم شماری از فعالان مدنی میگویند که باید مکاتب و مراکز تعلیمی محافظت شود. دولت افغانستان و مخالفین باید متعهد باشند که از مکاتب به خاطر پیشبرد اهداف نظامی یا سیاسیشان استفاده نمی کنند. آنان می خواهند که باید حکومت از تطبیق پروگرام های حمایتی مکاتب حمایت کرده و اقدامات لازم را در زمینه داشته باشند. برای رشد معارف خیلی تاثیرگذار باشه. یک تشویق خود اساتید معارف میتونه داشته باشه. ضمناً میتونه خود مردم را تشویق بکنه که تا اطفال خود بیشتر به مدارس و مکاتب اینا ببرم تا سطح علمی و ظرفیت اینا بره بالا. نقش مردم 100% میتونه موثر باشه به خاطر از اینکه معارف در کشور پیشرفت بکنه. به دلیل از اینکه متاسفانه اکثر مردم اهمیت تعلیم و تربیت را نمیفهمند. و اینه نمیفهمن که به حساب همون کلید پیشرفت و کلید پیشرفت خانواده و اطفالشان و که بالاخره منجر میشه به پیشرفت یک جامعه و بالاخره کشور اونمو نهفته است در تعلیم و تربیه. مسئولان در معارف هرات نیز از مردم میخواهند تا فرزندانشان را تشویق کرده و به سوی معارف سوق دهند. آنان میگویند در حوزه معارف این ولایت برنامه های هدفمند را طرح‌ریزی کردند و اقدامات لازم را نیز در این عرصه در آینده مد نظر دارند. وضعیت معارف کنونی به مقایسه بگیرین به چند سال قبل میبینین که ما در اوزی مسائل کیفی و کمی دستاوردهای خیلی خوب داشتیم و اینا نشان دهنده از این هست که در اوزی معارف کار شده و دولت و وزارت معارف برنامه‌های خیلی جدی و برنامه‌های مدون شده و هدفمند داره برای از اینکه وضعیت معارف در افغانستان تغییر بکنه. در همین حال افغانستان دارای بالاترین نرخ بیسوادی در منطقه و جهان است. آگاهانه امور تاکید بر این دارند که عدم موجودیت یک نصاب تعلیمی مناسب باعث آن گردیده تا متعلمین نتوانند درست بیاموزند و معلمین هم نمیتوانند نتیجه درست از تدریس بگیرند.